سلام، با آشپزی آسان خوش اومدید. من هانیه هستم و این بار یک غذای بسیار خوشمزه براتون آوردم. بورک. این بورک خوشمزه و جذاب با یک خمیر بسیار راحت و خوشقلق آماده میشه و احتیاجی به مخمر هم نداره. برای مواد داخلیش هم از هر چیزی که دوست داشته باشید میتونید استفاده کنید. پس به همین دلیل میتونه مورد توجه گیاهخواران هم قرار بگیره. حتی برای تغذیه مدارس هم عالیه. برای درست کردنش با من همراه باش. اول مواد میانی را آماده میکنیم. من از پیاز خرد شده، سیب زمینی خرد شده، گوشت چرخ کرده، سویای آب گرفته شده، فلفل دلمه‌ای خرد شده و قارچ خرد شده استفاده کردم. دقت کنید که از هر موادی استفاده کردین باید به صورت نگینی ریز خرد کنید. برای مواد میانی از هر چیزی که دوست داشته باشید میتونید استفاده کنید. به مواد رب گوجه فرنگی، نمک، ادویه و حدود یک استکان آب جوش اضافه میکنیم و اجازه میدیم تا مواد بپزن و مزه ها به خورده هم برن. حالا میریم سراغ درست کردن خمیر. 100 گرم آب جوش رو با نصف قاشق چایخوری نمک ترکیب می‌کنیم و کنار می‌ذاریم. داخل یه ظرف دیگه 200 گرم آرد رو با 65 گرم روغن ترکیب می‌کنیم. من از روغن جامد استفاده کردم. شما می‌تونید حتی از روغن مایع هم استفاده کنید. حالا آب جوش رو به آرد اضافه می‌کنیم و مواد رو هم می‌زنیم. زمانی که خمیر وسط ظرف جمع شد، اون رو روی سطح کار می‌ذاریم و حدود 5 تا 10 دقیقه ورز می‌دیم تا خمیر نرم و یک دستی به دست بیاد. خمیر به همین راحتی آماده میشه. همینطور که میبینید بسیار نرم و لطیفه و به دست هم نمیچسبه. حالا روی خمیر رو میپوشونیم و به مدت 15 دقیقه در دمای محیط بهش استراحت میدیم و بعد ازش استفاده میکنیم. بعد از این زمان خمیر رو چند ثانیه ای ورز میدیم و به شکل یک چونه در میاریم. حالا خمیر رو به 10 قسمت تقسیم می‌کنیم. حالا هر قسمت رو چونه می‌کنیم و به قطر 20 سانتی متر باز می‌کنیم. میتونید برای راحتی کارتون دو طرف خمیر رو خیلی کم چرب کنید. هم میتونید خمیر رو با دست پهن کنید و هم میتونید از وردن استفاده کنید. فقط حواستون باشه که خمیر باید در حدی نازک بشه که بتونید انگشتتون رو از اون سمت خمیر ببینید. تست
طبق تصویر یک برش روی خمیر ایجاد می‌کنیم و یک قاشق غذاخوری از مواد رو روی خمیر می‌ذاریم. برای اینکه پیچیدن خمیر براتون راحت تر باشه، بهتره که مواد رو به شکل یک مثلث در بیارید و همینطور که میبینید خمیر رو به راحتی میپیچیم. به این شکل انتهای خمیر رو می‌بندیم و داخل سینی فر که بهتر کاغذ روغنی گذاشته باشیم با رعایت فاصله از هم قرار می‌دیم. بیایید یک بار دیگه با هم انجام بدیم. خمیر رو با دست یا با وردنه به قطر 20 سانت باز میکنیم، یک برش روی خمیر ایجاد میکنیم، مواد میذاریم و به این شکلی که میبینید خمیر رو میپیچیم. انتهای خمیر رو جمع می‌کنیم و داخل سینی فر قرار می‌دیم. به همین راحتی. بورک‌های ما به همین راحتی آماده شد. می‌تونید همینجوری داخل فر بذارید یا می‌تونید مثل من با یک ذره تخم مرغ و کمی شیر بورک‌ها رو رومال کنید و بعد داخل فر قرار بدید. بورک های آماده شده رو در فر از قبل گرم شده با دمای 180 درجه تا زمانی که روی اونها طلایی بشه قرار میدیم. میتونید یکی دو دقیقه آخر هم گریل رو روشن کنید. بفرمایید، بورک های خوشگل و خوشمزه ما به همین راحتی آماده شد. اگه از این ویدیو خوشتون اومد کانال رو سابسکرایب کنید و با من همراه بشید.